ساخته لنی آبراهامسون فیلمی با نگرشی بسیار عمیق به انزوای اجباری که عامل اون کسی نیست جز زل سوم مسلسی مرگبار یعنی شوان بریجز که به زیبایی نقش نیک رو بازی میکنه بری لارسن و جیکوب ترومبولی هم دو زل نزدیکتر این مثلث رو تشکیل میدن تا اثری به یادموندنی رو از سینمای ایرلند و کانادا به جا بذارن فیلم رو پیام آور خوبی ها در لحظات تلخ و دلهور آوریه که بیننده رو به نوعی پایان دراماتیک داستان میدونه اما همیشه کورسوی امید مثل نوری که از سقف اتاق به این مادر و فرزند میرسه مخاطب رو هیجان زده میکنه داستان درباره دنیای کوچیک مادر و پسری به نام های ما و جک که به نظر میرسه به جز یه اتاق هیچ جایی رو تو دنیا ندارن و همه اتفاقات زندگیشون توی همون اتاق رخ میده. شروع عجیب فیلم انتخاب لوکیشن خاص و بازی برگشتی و پرمعنای بری لارسن این پیام رو میده که شرایط فعلی حاصل اتفاقی در گذشته است که بیننده از اون بیخبره. گرچه با جلو رفتن فیلم داستان کم کم شکل عادی رو نسبت به خودش میگیره اما تصویر ذهنی جک به مادرش تغییری نمیکنه و با وجود تمام مشکلاتی که در طول مسیر آزادی از اتاق تا به محیط بیرون از اون تحمل میکنه عشق و محبت بیشتری رو نثار مادرش میکنه تا به اون امید به زندگی بده این شما و این هم بخش هایی از فیلم روم